تازگی با دارک وب آشنا شدم. بخوام درست حسابیو در عین حال ساده بهتون توضیحش بدم، باید اینجوری بهتون بگم که فکر کن یه جامعه جدا از اون چیزی که ما میبینیم. یعنی این اتفاقاتی که تو اخبار میبینیم، تمام حقیقتهایی که هممون بهش دسترسی داریم، اونیه که میخوام ما بدونیم. یعنی هر چیزی که تو زندگی عادی و کانالا و اخبارا میبینی، همونایی که میخوان ما ببینیم. ولی دارک وب مثل یه جامعه زیرزمینی میمونه، یه جامعه ناب با تمام اون چیزایی که شاید خیلیاشون واقعا زندگی تو عوض کنه. یه سری واقعیت ها توش هست که اگه ببینیشون مخت سوت میکشه. واقعا چیز جالبیه، دسترسی بهش اصلا کار آسونی نیست. خلاصه بهتون بگم خیلی خفنه. حالا من چند روز پیش همونجا یه ویدیویی دیدم از یه آدمی که روش آزمایش‌ها شده بود از طریق یه روشی به اسم خواب مصنوعی، یه چیز تو مایه‌های فیلم اینسپشن. رفته بودن تو ذهنش و دیده بودن خاطراتی داره که انگار برای زندگی الانش نبوده. اون مرد بیدار شده گفته زندگی‌های قبلیشو دیده. فکر کن یارو میگفت من خودمو تو زمان روم باستان دیدم. پسر خیلی جالب بود برای من. حالا جالبترش اینه که تو محیطی مثل دارک وب این ویدیو در عرض یک ساعت پاک شد، اونم نه از طرف کسی که گذاشته بودش، از طرف کسایی که هیچ کس نمیدونن کی و چی بودن. و همین چیزاست که ترسناک ترش میکنه، اگه بدونید چه چیزای دیگه اونجاست. واقعا نمیدونم چی بگم. سلام، سعی نکن جواب بدی چون اصلا نمیتونی جواب بدی، یعنی اصلا نمیتونی صحبت کنی. اسمم 52ه، مامور 52، سپاهان، جیمز بوند. اینجا توی نیستگاه به شما موجود خام، یعنی موجودی که آینده در سال تو زندگی بعدش. ولی خب میگه تو چه دوره باشی که تو الان تو دوره انسان شدنی، یعنی موجود خام اومده یه تبدیل به انسانی که جنسیت چی باشه و کجا زندگی کنی و اینجا تعیین میکنی. این که چند تا دیگه این ایسکو هست رو نمیدونم، یعنی اگه میدونستم به دردت نمیخورد، چون قرار نیست هیچ کنم این یاد ببینم. ببینم چیزی از اینی گذشته یاده؟ نه، چون حافظت از ضبط به آرشیو منتقل شده، واسه همینم نه چیزی یادت میاد و نه چیزی یادت میمونه. ولی خب بریم یکم از اینی قبلی تو ببینم. دیدی؟ به میرفت مسئولیت توی زندگی که همون تمام نشده بود و تمام تمامش کرد، یعنی حال جدا از بدیهای ریزه درشت تو زندگی قبلیت به رئیس یه زندگی بده کاری. شما مثل این نرم افزار میبینیم، نرم افزاری که اول نسخه های امتحانیش میاد و رفته رفته تکمیل میشه و به نسخه های کامل تری تبدیل میشه که چقدر دیگه تا اونجا کار داریم نمیدونم و تشخیصش فقط با رئیسه. تو دارو 16 تا قرارگاه دیدیم، اینکه چند تا این قرار با قصرم نمیدونم، یعنی اگه میدونستم چون تو قرار نیست هیچ کدوم این یادت بمونه بازم به دردت نمیخورد. انا قرار بفرستم از قرارگاه 61، حالا دو باری هم اونجا بودیم. دفعه اولی تو خواننده شدی تو منطقه 6، متاسفانه زبان کار دستت داد و تو خیام کشتنتونم تو 25 ساله بید. دفعه دوم تو منطقه 5 بودیم، اون زندگیت هم خیلی موفق شد، یه بازیگر معروف محبوب سوپر استار سینما. من متاسفانه تو اون زندگیت هم به 3 سالگی نرسیدی و تو جوانی بودی. خیلی جالبه اینکه قرارگاه 61 تنها قرارگاهیه که تا حالا به 3 سالگی نرسیدی، این در صورتیه که دو قرارگاه دیگه حداقل 70 سال زمان خودمون قرارگاه زندگی کردی. یه یکم پیچیده است، زمان قرارگاه با هم فرق داره. مثلا تو قرارگاه 43 یه سالش یک ساعت اینجاست. بگذاریم، مهم نیست. الان قراره بفرستم منطقه 4، البته امیدوارم تو این زندگی به 30 سالگی برسیم حداقل. دوست دارم زود تمامش کنم، ولی خب باید زودتر بری به زندگی برسی و منم به کارم برسم. خلاصه که این دارک وب خیلی چیز خفنیه، اما جای خدایی نگیده داستاندار میشه.
چند وقت پیش یه جا خونده بودم که نوشته بود در مورد ساختن ماشین زمان و این چیزا. این وقت شب اینجا چی کار میکنی؟ زهرمار، به تو چه ترسیدم؟ خب بابا، این وقت شب اینجا هم من میترسیم. چه ربطی داره خب؟ ربط نداره؟ تو این وقت شب از هر کس و هر چیزی باید بترسی جز من. آره، حالا که نگاه میکنم میبینم مالا هیچ کاری نیستی، حسوس بیشتر تو باید ترسی. درست صحبت کنم، چه طرز حرف زدنه؟ ببخشید حضرت آقا، نمیدونستم باعث ناراحتیتون میشم. خود دوباره دنبال بازیت بابا. اصلا فکر نمیکردم همچین شخصیتی داشته باشی. گفتم شاید کمک بخوای. من تابلو کمکم کن بخوادم زدم. بعد از کی باید کمک بخوام؟ از تو؟ تو چقدر بیادبی. اگه نمیخواستی اصلا جوابمو نمیدادی. من به شما جواب دادم؟ هی میگم برو بیخیال نمیشی. چی میگی تو؟ اصلا کی هستی؟ اصلا به تو چه من کیم؟ سوختی ها، بعد سوزونده تو. کی سوزونده؟ چی سوزونده؟ اصلا به من چه تو کی و اینجا چی کار میکنی؟ باشه برو، اینقدر ارسن. ببینم بچه جون، تو اصلا چند سالت که من برای تو وقت هدر کنم؟ آره تو که راست میگی، ولی بنده خدا صد تا مثل تو کف منم. آخه بنده خدا، اگه کسی به تو اهمیت میداد و نگات میکرد که کارت به اینجا نمیکشید، آخه سگ تو کف تو میمونه؟ شاید کسی به هم اهمیت نده، ولی به خودم مربوطه. هر کی هم تو کف نباشه، تو که بد تو کف، بدبخت. ببخشید من منظوری نداشتم، در ضمن من تو کف تو نیستم. اصلا بی خیال، راحت باشم. راحت بشی از من؟ ببینم از حرف من ناراحت شدی؟ از تو، از خودم، از همه. ولم کن، حرفات اصلا برام مهم نبود، فقط یادم افتاد چرا اینجا. خب چرا اینجایی؟ ولم میکنی یا نه؟ حقیقتا نه، کنجکاو شدم. کنجکاو چی؟ که اینجا چه گوی میخورم؟ میخوام بپرم پایین. یعنی تو میخوای بپری پایین؟ آره. یه دقیقه بیا شوخیو بذاریم کنار. تو میخوای خودتو پرت کنی پایین و خودکشی کنی؟ میخوام خودم رو حداقل از دست تو یکی راحت کنم. خب خر اینجوری که نمیدی. اینجا که ارتفاعی نداره. ته تهش دست و پات میشکنه. خودم میدونم. ولی وقتی از اینجا بپرم پایین، این ماشینا از اون رد چن دیگه قطعا متلاشی میشن. اوه اوه اوه، یعنی در این حد؟ خب لام اصلا اون بدبخت اگه بخواد خودش رو معرفی کنه که میشه قتل عام، اگر هم بخواد فرار کنه که یوم عذاب وجدان داره، بعدش هم اصلا ممکنه تمرکزش از دست بده، بزنه چهار نفر دیگه رو بدبخت کنه. اصلا به این چیزا فکر کردی؟ به درک. فکر میکنی خودم به این چیزا فکر نکردم؟ فکر میکنی دو ساعت الکی اینجا قفلی زدم؟ مگه از همه اینا که اینجا دارن رد میشن وقتی پاشون گیر نباشن اصلا به من فکر میکنن؟ این که نشد دلیل من برم بیفتم بقیه هرچی شد به درک. این خودخواهی نیست؟ این مردم روزی هزار تا گربه رو زیر میکنن. وقتی بهشون میگی میدونی چی میگن؟ خب میخواست نیاد. خب اون حیوانه نمیفهمه، تو چی؟ نمیدونستی وقتی این ساختمونا و خیابونا رو میساختی زمینش مال همه موجوداته؟ جمع کن بابا، خودت میگی من برم بقیه به درک، حالا در مورد بشر و موجودات و انسان داری صحبت میکنی؟ اصلا به این فکر کردی بیفتی پایین پدر مادرت چی میکشن؟ بابام که حتما خوشحال میشه، ولی شاید مامانم اگه زنده بود احساس میکردم ناراحت میشه، این کارو نمیکردم. خدا رحمتشون کنه. یعنی که بابا با تنها زندگی میکنی اذیتت میکنه؟ اتفاقا چون تنها نیستم اذیتم. اوه، یعنی بابات زنگ گرفته؟ آره دیگه، چی جزی میتونه باشه؟ البته دیگه انقدر که با هم دعوا کردیم از هم جدامون کرد. یعنی به خاطر اینکه بابات زنگ گرفت میخوای خودتو بکشی؟ یعنی من اینقدر اسکلم که خودم به خاطر یکی دیگه بکشم؟ خب پس چی جون بکم بگو دیگه. باز که قفلی زدی، اصلا تو کی میگه بخوام این حرفا رو بزنم؟ خره، چون من کسی نیستم، اتفاقا بهترین گزینه‌ام. نسبت به قیافت خوب زر میزنی. باز بهت خندیدم، به تو یاد ندادم با بزرگتره چطوری صحبت کنی؟ چرا یاد دادم؟ با
ولی فکر نمی‌کنم تو بزرگ باشه. بابا تو خوبی، حالا بگو چی شده. ببین من دنبال دلسوزی اینجور چیزا نیستم. بگو دیگه. من عادت ندارم بخوام زندگی من واسه همه بریزم. حالا بگو، شاید ما هم آشنا شدیم. آخه سگ به تو پا میده. نه خوشم اومد، زود تلافی کردی. حالا بگو دیگه. ببین من 10-11 سالم بود که مامانم فوت کرد. از این بابت دیگه تنها بودم. بابا مصرف داشت، میرفت سر کار، خواهر برادری هم نداشتم. یه روز وقتی تنها بودم عموم اومد پیشم. نمیخوام تعریف کنم چی شد، ولی من مجبور بودم این قضیه رو تا 16-17 سالگی تحمل کنم. یه روز دیگه واقعا تحملم تموم شده. وقتی صدای پاشو شنیدم رفتم تو آشپزخونه، یه چاقو برداشتم، همین که در باز کرد کشیدم هر جا که دم دستم بود. کشتیش؟ تازه عمومم نبود، بابام بود. چی؟ هیچی دیگه، زدم بابای بیچارم و کاره پوره کرد. بعد رفتم بیمارستان به بابام گفتم آره من نمیدونستم تو بودی، وگرنه این کار نمی کردم. یه هو از دهنم پرید، گفتم فکر کردم عموه. اونم دیگه اینو که شنید هی کنجکاوی کرد که چرا، و مجبور شدم همه چی رو بهش بگم. یعنی فهمی؟ میگم که اون فکر میکرد مثلا به خاطر اینکه از دوست ترسیدم این کارو کردم. بعد مجبور شدم بهش بگم. یعنی خودش هی کنجکاوی میکرد، اصلا دیگه تو چشم نگاه نمیکرد، تو خونه همینجوری سکوت کرد. از بچگی عادت داشتم یه جایی از بدنم یا دستم ببرم. نمیدونم برات پیش اومده یا نه، ولی اون شب اینقدر حالم از خودم به هم میخورد. یه چاقو رو محکم کشیدم، اصلا نفهمیدم چی شد. یه سرم گیج رفت، دیدم همینجوری داره خون شوره میکنه. خودکشی کردی؟ ناخودآگاه. این که نمردی، میدونم بعدش چی شد. بعدش دیگه همون طرف رو پیداش نشد. منم انگار شده بودم دختر بعد فامیل. با کل فامیل قطع ارتباط کردیم. میبینی؟ خیلی راحت. والا نمیدونم چی بگم. بابام هم همینو میگفت، ولی من میدیدم که یه جور دیگه نگاه میکنه. خلاصه تو این سالا مشکلات یه جوری ریختن رو سرم که نگم. چیزای دیگه هم بود یعنی؟ تو فکر کردی فقط همین بود. بابام به خاطر اینکه مثلا قضیه رو طبیعی جلب کنه رفت دوباره زن گرفت. من فکر کردم تازه ازدواج کرده. بعد از حرفای زن فهمیدم که چند وقتی از سیغه شده. تازه الان تونسته. یعنی از قبل گرفته بوده؟ یعنی اینقدر سخت فهمیدنش؟ آره دیگه. با زن از این آدمای رومور. من تقریبا 19-20 سالم شده. دیگه اصلا حوصله اون خونه رو نداشتم. هر شب میرفتم خونه این رفیق، اون رفیق. دانشگاه یکی در میون میرفتم. ولی خب تو اون زمان یه دوستی داشتم که واقعا آروم هم میکرد. اونم یه بزرگ. دیگه واقعا داشتم به تن میرسیدم که... که چی؟ که یه اولاق همجنس تو اومد تو زندگی. همچی میگفت عاشقمه و دوستم داره. خب من واقعا تنها شده بودم، فکر میکردم میتونه جای خالی دوستم برم پر کنه. یه روز دعوتم کرد یه مهمونی. من گفتم خب بد نیست، حداقل حال هوا عوض بشه. رفتم، خودش بود و دوستش. حالا بماند که چی شد، ولی از اون شب دیگه ندیدمش. دیگه واقعا نفسم تنگ شده. مثل یه قلقی شده بودم که توی این سالا هی هر روز پرتر و پرتر میشد. دیگه جا نداشتم. مثل یه انبار باریکی شده بودم که فقط منتظر یه جرقه است. خدا نکنه توی وضعیت یکی بیاد سمتت. یعنی یا خونه اون گردن تو یا خونه تو گردنه. خب و کوفت. یه روز دیگه انقدر با زن دوام شد رفتم تو اتاق یه بسته قرص خوردم. بهونش هم شد اون. یعنی دو بار خودکشی کردی؟ بلش کن، همش که من گفتم. یکم تو بگو.
خب منم بدبختی‌های خودم رو داشتم. ببین به نظر من هر چقدر آدم ها صبورتر باشن مشکلاتشون بیشتر و طولانی تره. چه باحال. ببین بچه ها خیلی مسخرم میکردن، بیم که خیلی سطحی بودن، همش دنبال این بودن که اسباب بازی جمع کنن، ولی من همیشه برای خودم بازی فکری میذاشتم. خب اینا که تعریف میکنه همش خاطره خوبه، زندگی من همش پر بدبختی و نکبت. میدونی فرق من و تو چیه؟ این که تو اومد اینجا خودتو تموم کنی، اما من اومدم که برم به ادامه زندگیم برسم. واسه من ادا در نیار بابا، همه تو زندگیشون یه چیزایی دارن که وقتی بهش فکر میکنن میرسن اینجا. آره منم از این بدبختی ها دارم، ولی سعی کردم فراموش کنم، یعنی فراموش کنم راحت ترم. که چی؟ مثلا سرتو مثل کپ بکنی زیر برف، چیزی عوض میشه؟ کسی به تو حمله نمی کنه؟ یعنی بهش فکر کنی عوض میکنی؟ نه اونجوری هم نمیشه، ولی بیا یه کاری کنی، یکم از راه من بریم، یکم از راه تو، یعنی یکم فراموش کنیم، یکم به یاد بیاریم. نه نه، یعنی یکم خوباشو بگیم، یکم بداشو. آره خب راست میگی، منم روزای خوب داشتم، زمانی که با دوستم میگذشت، وقتی که فکر میکردم عاشقم، وقتی که مامانم زنده بود. آها دیدی؟ پس هست. حالا من بدا رو میگم، موقعی که مدرسه میرفتم، موقعی که بزرگ شدم، شبا تو ماشین میخوابیدم، تو سری خوردنم به خاطر بیکاریم، اینکه صبح بیدار میشدم و نمیرفتم سر کار، و اینکه اون روز تو که شدی ناله، قرار بود من اینجا ناله باشم، تو شدی. ببین اگه پرو نمیشی یه کاری کنی. چیکار کنی؟ بریم من بیشتر فکر کنم که میخوام بپرم پایین یا نه. بریم؟ کجا بریم؟ اینو از خودت هم باشه با من بری. نه چیز میدونی؟ باشه بریم. راستی تو از کجا پیدا شد؟ چی شد یه اومد اینجا؟ من داشتم رد میشدم دیدم تو اینجا وایستادی، از تولدم داشتم میومدم، خونمون تو همین مجتمعه. حالا ببریم من ماشینو بردارم. با ماشین تو بریم؟ البته از زندگی مزخرف من که دیگه نمیتونه بدتر باشه، فقط من یه زنگ به بابام بزنم. چرا امشب؟ چرا حالا؟ نمیدونم، شاید تقصیر خودم، آقا بچه بود، شاید میتونست اینجا باشه. ببین بچه ها تو رو درک نمی کنن، تو با اونا فرق داری. بیا خونم برای کلاس خصوصی بذارم، نمرت 20 بشه، فقط به کسی چیزی نگی ها. یه زندگی بده کاری. Oh, 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 oh
من برم ماشین رو بیارم بیام دنبالت. چی شد؟ ببینید، من چند وقت پیش یه خوابی دیدم که توش یه نفر بهم گفت این 25مین باریه که داری زندگی میکنی. یه سری تصویر از زندگی قبلی مو دیدم، ولی خیلی واقعی بود. یعنی اصلا نمیتونم باور کنم که خواب بوده باشه. با توجه به ویدیویی که چند وقت پیش همینجا دیدم و با تحقیقاتی که تو این یک سال انجام دادم، زندگی متعددی وجود داره. یعنی همه ما بیشتر از یک بار زندگی کردیم. جون خیلی ها رو به خطر انداختی، مطمئن باش تواسش رو پس بدی.